سلام خسته نباشید علیه <العیقی> که سلام سلامت بشه ممنون در منابع اهل سنت هم در مورد دروغ های مستحتی روایات متعدد است در بخاری هست که دروغگو نیست کسی در میان مردم آشتی میاندازه چون تمنای خیر و یا گفته خیر داره یا از اون بکنسون روایش بده که تک به رو دروگو نمیشه خطاب کرد اونایی که اصلاح در بین مردم میکنن یا هر، هر... هر انسان رو بخواید بیاید صحبت بکنید آقا یک نفر شخصی با شخص دیگه دعوا کرده این فوش داده پشت سر اون میره به اون شخص میگه این خیرخواه توی بیا با هم دوست شو با هم آشتی کنید میتونی که این خیرخواهش نیست ولی داری تلاش میکنی که این دوتا دو با هم دعوا نکنن نزنن تار هم دو نفر برای خیرخواهی شما دو تا دشمن رو میگه آقا این دشمنت نیستا یعنی این اصلا منظوری نداره از این حرفاش ببین با هم دوست باشید بابا بگذرید از این حرفا ای این این روش سوم مقالطه است روش اول دروغگوییه یعنی یه بخش از حقیقت رو بگن دروغ روش دوم برچسب زنیه روش سوم مقالطه این روشی که شما خودتونم بدید ما اگر بدیم ما اگر بهتان میزنیم کیف میکنیم شما هم بدید شما هم تو کتاباتون دارید اگر دو نفر بودن با هم دیگه مشکل داشتن دعوا کردن بین اینها آشتی ایجاد بکنید حتی اگر شده صداقت نداشته باشید که بگی آقا چی دو نفر دارن با هم دعوا میکنن بگی این یارو ازت متنفره همش داره بهت فوش میده یعنی باید دشمنش باشی پدرش هم در بیاری <تصفح> این عقیده ای ایناست عقیده ای ما میگه آقا دو نفر با هم دعوا دارن بینشون اصلاح ایجاد بکن دوست عزیز فلانی بدش نمیاد از تو الان چیزی هم تو دلش نیست حالا تو تو هم میدونی یه چیزی هم تو دلش هست واقعا میگه چیزی هم تو دلش نیست بیا با هم آشتی کنین برخره یه سلام علیکی با هم داشته باشه این درست نیست نه با هم دعوا میکنه حرف دیگه ای داری آقای محترم آقای مباهد برتست ب... برتستن شماید نه من من نمیذارم حرفم رو بزنم فوری برتست میاد من ارزم اینه که اصل این که دروغی در اسلام جایز است هست الا اینکه عقیده شما غیر از شیعه و سنی باشه چون شما اعتقاد به منابع شیعه دارید نه من گفتم دارید. نه 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 یه بحث بس بزنی نه نه کن من جلو تو بگیرم قبل از اینکه برت باه تو هم جلو تو بگیرم نه عزیز من من همه الان به تو گفتم چطور میشه با توریه کردن بهش میگن توریه یعنی تو حقیقت کامل و بین دو نفر درگیریه حقیقت و کامل به اون طرف نمیگی میگه آقا این طرف دوست داره بیا با هم دوست کنید آشتی باشید ول کنید چیزای گذشته رو حالا یه چیزی بود دلش نبوده این تفاوتش با باه تو هم اینه که شما نمیری به مخالفت بهتان بزنی پی از عقیدت دفاع کن من از عقیدم دفاع کردم آقا من دارم میگم علنا دو نفر که با هم دعوا دارن شما تلاش بکنید خوبی های اینو پیشش بگید اگه میدونید بدیاییم هم گفته به اون نگید که بین این دوتای آشتی ایجاد بشه دعواشون چیز بشه اگر میخواد به نظر شما این دروغ این عقیده ماه که میگیم بین دو نفر اینطوری آشتی ایجاد بکنیم درگیری نباشه شما از عقیده خودت بگو که میگه اگر مخالف و اهل شکر رو دیدید بهتان بزنید بهشون بفرمایید آقای بس اصل این که می شود یک عملی که فی نفس حرامت به خاطر مسلحتی این حرام رو حلال کرد بلکه واجبش کرد میگه آقا اعتقال... ما گوشت خوک در اسلام حرامه بعد داریم که فقه ها میگن اگر توی جای تو یه جایی تو صحرا گیر افتادی داشتی از گرسنگی میمردی و فقط گوشت خوک بود گوشت خوک رو بخور که از گرسنگی نمیری بعد این آقا زنگ میزنه پس اصل خوردن گوشت خوک در اسلام جایز نه عزیز من اصل خوردن گوشت خوک در اسلام جایز نیست دو تا مسئله جداییه آقای محترم میتونی از عقیده ای که بر این باوره که میتونی فحش بدی به مخالفانت لن بکنی سب بکنی بهتان بزنی پشت سرش حرف بزنی به دروغ آیا میتوانی از این عقیده ای که حوزه داره دفاع بکنی یا نه قطعا میتونم دفاع بکنم آقای مباهر دفاع میکنم از اعتقادی که امروز بحرین رو کشیده به دشمن اصلی باشه دفاعش میکنه دفاع کربلا دفاع پوپولیس دفاعشه میتونی از عقیده حوز دفاع آره بحرین اونجا با اون دوست شده با رژیم صهیونیست میتونی از عقیده خرافی دفاع آره کره شمالی پسرعموشو شوهر رو شو کشته با بمب میتونی از عقیده آره امام حسین تو صحرای کربلا کشته این اسمش عجزه این اسمش ناتوانیه این اسمش اینه که یک عقیده داری ولی نمیتونی بیا بگی این حدیث رو من بله قبول دارم آقا من قبول دارم که بهتان باید بزنم به تو من قبول دارم که اگر بتونم تیکه میکنم کات میکنم حرف تو رو و یه حرف دیگه ازش در میارم میتونی به این عقیده میتونی توانای دفاع از عقیدت رو داری یا نداری اینقدر زشت عقیدت که مجبور به پوپولیست بنا ببری مجبور در مورد روابط سیاسی بحرین با اسرائیل مثلا حرف بزنی اینقدر عقیده ای که داری زشت واقعا برای آخرین بار بینندگان عجز و ناتوانی یه کسی که عقیدش عقیده ای غیر انسانی رو ببینید بگو میتونی دفاع بکنی دشتی عقیده شما اینه که تسبیدی مثل مگس برای اختلاف بین شیع سنی مثل مگس خدا نگهتا دلست... نمیتونی آخر سار فوش میده دیگه این عقیده است دیگه مثل مگس چسبیدی به فلان مثل پشه چسبیدی به عقیده است فوش بده بعد دوستش میاد میگه که من آره این الان فهمی میکنه ثواب کرده این الان بعضی تمام که گوشی رو میذاره میگه قربتن الال حسین مثلا این رو دادم با آقای موحد خوشو بهش گفتم خوب شد مگس گفتم حداقل بهش یه ثواب بردم از کدوم ایرانی عاقلی کدوم هموطن عاقل من اگر اسلام رو از اینها ببینه کسی که خودش از عقیده خودش نمیتونه دفاع بکنه خودش از عقیده خودش نمیتونه کدوم ایرانی بمونه تو اسلام بعد میگه سی درصد نظرسنجی گمان میگه سی درصد فقط از مسلمان های کل ایران خودشون شیعه میدونن از کل جمعیت ایران میدونی یعنی چی؟ یعنی پنجاه درصد رفتن کجا رفتن؟ اکثرشون از دین بیرون رفتن